طریق جهنم خالدین فیها، مگر راه جهنم رو درست کردیم که جاودانه در اونجا میمونه، خالدین فیها ابدا. حالا تأکید میکنه چون خود خالد یعنی جاودانه، همیشگی، ابدا هم یعنی برای همیشه. این ابدا رو شما در فارسی به کار میبرید به معنی اینکه هرگز نیست، ابدا یعنی همیشگی، مؤبد تا ابد. مکان انزاله که علی الله یسیرا، و این به این الله میسره برای الله. خب الله عجیبیه، خیلی جالبه. آدم اگر این دکتر روانشناس میومد این الله رو درست روانشناسی میکرد، من تردیدی ندارم به او نام دیوانهی گذاشته میشد که هرگز هرگز بیماریش بهبود نخواهد یافت و هیچ پزشکی نمیتونه این دیوانه رو بهبود ببخشه. یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق، حالا دیگه هیچی. اونور که آدم ها رو هدایت نمی کنه این الله، و هدایتشون می کنه فقط به طریق به راه جهنم که جاودانه در اونجا می مونن. خدا هم این قدرت رو داره، میگه این کارو میکنه. بعد یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق، ای مردمان این رسول با حق اومده برای شما، من ربکم از جانب خدای شما، فآمنوا خیرا لکم، ایمان بیارید براتون بهتره، و این تکفرو فإن لله ما فی السماوات و الارض و کان الله علیما حکیما. اگه کفر بورزید هرچی تو آسمون زمینه مال این الله ها. یعنی چی؟ یعنی اگر این رسول رو قبول نکنید گرسنه میمونید، مصیبت میبینید، همه بلایی به سرتون میاد. و کان الله علیما حکیما، این الله عالم و صاحب حکمته. یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم، ای آقایان اهل کتاب، غلو و سرکشی و فلان فی دینکم در دینتون انجام ندید. ولا تقولوا علی الله الا الحق، و به این الله چیز غیر حرف حق نگید. حالا به راستی حالا فرض کنید من اومدم به الله ناحق گفتم، چه اثری برای اون داره؟ اصلا چی داره میگه این؟ این همه این حرف ها حاکی از این نیست که هیچ قضیه جدی در زندگی اینها مطرح نیست، یه عده اومدن یه حرفایی دارن میزنن، اینم نشسته جوابشونو میده. اگه غیر از این کسی چیزی استنباط کرد هر چی خواست به ما بگه. یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم، آقایون اهل کتاب، مسیحی ها، یهودی ها، قلوف نکنین، سرکشی نکنید در دینتون. ولا تقولوا علی الله الا الحق، و در مورد این الله چیز به جز حق نگید، خواهش میکنم. انما المسیح و عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته القاها الی مریم و روح منه، ولی در حقیقت این مسیح پسر مریم، عیسی مسیح پسر مریم، فرستاده الله و کلمته القاها الی مریم و روح منه، و حرف خودشو با مریم و روحی که از طرف الله اومده بود گفته. فآمنوا بالله و رسوله، بابا به این الله و رسولش ایمان بیارید. اون برای عیسی نمیگه، اگه برای عیسی میگفت که نمیگفت من بر حقم، اون دیگه وجود نداره. اون میخواد عیسی و موسی رو اثبات کنه، ثابت کنه که خودش بعد مطرح بشه، فقط همینه. در تمام راه ما این رو میبینیم ازش. فآمنوا بالله و رسوله ولا تقولوا ثلاثتون انتهوا خیرا لکم، نگید ثلاثه که همون پدر و پسر و روح القدسه. این علامتی هم که مسیحی ها میکشن، پدر پسر روح القدس دیگه. میگه اینو نگین تو رو خدا، بلمون کنین، بگین من. اگر به خودش میگفتن پدر پسر روح القدس، عبدالله، عبدالله، ابو طالب، فلان، اینا ده بارم اینطوری میکردن نمیگفت نه، ولی چون در مورد مسیح میکنن میگه اینو نگین. انتهو خیرن لکم، تمومش کنین بابا، براتون بهتره. انما
انما الله واحد سبحانه ان یکون له ولد، اما این الله یکیه و پناه بر او اگر برای او پسری باشه. له ما فی السماوات و ما فی الارض، که این بند رو هزار بار در این کتاب گفته، 2000 بار گفته، هرچی که در آسمان و زمینه به او تعلق داره. بعد و کفا بالله وکیلا، کافیست که این الله وکیل، محل اتکال، محل تکیه دادن شما باشه. لن یستن که فی المسیح ان یکون عبدالله عبدن لله ولل ملائکتو المقربون و من یستن کف ان عبادته و یستکبر فسیحشرهم علیه جمیعا. آقا جون، این مسیح لن یستن کف، استنکاف، ان یکون عبدالله، خودش سرپیچی نمی کنه که بنده الله باشه. ولل ملائکه، و نه ملائکه، همچه ادعای رو میکنن ملائکه، ملائکت المقربون. و من یستن کف ان عبادته، و کسی که سرپیچی کنه از عبادت این الله، و یستکبر و تکبر به خرج بده، سرش بالا بگیره، فسیحشرهم الیه جمیعا، ما به زودی به اصطلاح محشورشون میکنیم، جمعشون میکنیم، الیه جمیعا. اینجا یک غلط بسیار بزرگ داره که اگر کسی بخواد بگه در این بند ملائکه حرف زده، خیلی خوب، حالا ملائکه بوده گفته، در این بند خود الله نیست. لن یستن که فالمسیح ان یکون عبدن لله، ابایی از این نداره، سرپیچی نداره این آقای مسیح که بندهی برای الله باشه. ولل ملائکت ما مقربون، ملائکه نزدیک به الله هم استنکاف نمی کنه، سرپیچی نمی کنن از این امر، که اونا بنده الله هم. پس اینجا یک شخص سومی غیر ملائکه و غیر خود الله داره حرف میزنه. و من یستنکف ان عبادته، عبادت او رو داره میگه، و کسی که سرپیچی کنه ان عبادته، نمیگه ان عبادتی، نه از عبادت من، کسی که سرپیچی کنه از عبادت من، اگر خدا بود میگفت ان عبادتی، کسی که سرپیچی کنه ان عبادتی اگر میبود، یعنی از عبادت من، ولی ان عبادته، یک شخص سومه داره میگه، کسی که از عبادت اون سرپیچی کنه و یستکبر و تکبر به خرج بده، فسیحشرهم الیه، محشورشون میکنیم نزد او، محشورشون میکنیم، فسیحشرهم یعنی محشور، گردش جمعشون میکنیم، الیه پیش او، الیه یعنی او، نزد او جمیعا همه رو. پس معلوم میشه که اصلا اللهی وجود نداره، اینجا این حرفو میزنه، همون الله پشت پردهی که ما در اسناد بیکران تاریخ نشون دادیم که اوست که آمد و این مرام رو ساخت و این بهش رو درست کرد و شمشیر رو داد دست اون آدم گرسنه و تشنه، گفت برو جلو که ایران بهترین بهشته، بکش همش مال خودت. اول همه پدرش رو اومد با محمد یک قراردادی نوشت، چون خودش پشت پرده بود،